صبح زیبایتان بخیر باشه بیننده صبح زندگی هستین و سپاس از شما عزیزانی که امروز هم صبح زندگی را برای دیدن انتخاب کردید در رابطه با افزایش قیمت مواد سوختی امروز در برنامه صبح زندگی مهمانای خوبی را با خود می داشته باشیم شما هم اگر می‌خواید نظر و دیدگاهتان را همراه ما شریک بسازید سری بزنید به صفحه فیسبوک صبح زندگی نظرتان را ما بفرستید و ما حتما در لحظات اخیر برنامه صبح زندگی دیدگاه شما عزیزان را به خانش می گیریم استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نظر و دید دیدگاهشان در رابطه با افزایش قیمت مواد سوختی چی هست جناب آقای حشمت الله راوش شما هم بیننده این صبح و زندگی باشید آقای راوش خوش آمدید این صبحتان بخیر باشه سلام صبح شما بخیر صبح دوستان قرار بخیر تشکر جان سپاس از مرد دارم و سلامت باشید بین از اقتصادی کلا همین بحث آغاز کنیم که همین افزایش قیمت مواد سوختی چه مواردی برمیگرده اصلا دلایل شی هست؟ بله. باز با نام خدا از دیدگاه اقتصاد بهای بلند مواد سوخت برمیگرده به مازله یا امو مسئله اساسی اقتصاد عرضه و تقاضا در اینجا عرضه و تقاضا رول اساسی و مدره بازی میکنه زمانی ک مواد سوخت خصوصا در فصل زمستان یا ایام سرد ایام سرد زمستان ک بالا میره دلایل اومدهش تقاضای بشتر به مواد سوخت است دلایل اومده دلایل زیاد اسرو تمومش پاس میکنیم از دیدگاه اقتصادی زمانی ک ما تقاضا برای یک امتا خدمات کالا خدمات به خصوص مواد سوختی اگر زیاد شود و زیاد بسازیم به مو منوال قیمت ها بالا میرد چرا عرضه و تقاضا را ما از دو دیدگاه اینجا مورد بس قرار میدیم بسیار خلاص از دیدگاه اقتصاد استاتیک یا ساکن یا استاده اگر ما بحث بکنیم اونا میگن که عرضه و تقاضا بلا فاصله یکی پاسخگوی دیگه است یعنی زمانی که عرضه زیاد میشه بلا فاصله تقاضا هم بر زیاد میشه و زمانی که تقاضا زیاد شه و عرضه هم برش رسیدگی میکنه در عین وقت بر از پاسخ میتم در اینجاست اما در کوتاه مدت است در کوتاه مدت این امکان نداره که در طولانی مدت باشه در اینجاست که بین عرضه و تقاضا یک نقطه تعادل به و قیمت ها ثابت می البته بسیار کوتاه مدت است اما از لحاظ اقتصاد دینامیکی یا دینامیک یا در حالت تحول که است که فعلا ما روبرو, بله روبرو هستیم و همین شرایط اقتصادی فعلی ما میره جواب میکنه و رسیدن فصل زمستان هم یک یکی از دلایل لازمی است که پویا باشه اقتصاد شرایط اقتصادی در اینجاست که تقاضا به مواد سوخت به طور روزافزون بیشتر میشه یک از نیازهای اولیه است جای نیاز اولیه را میگیره در اینجا که قیمت هم روز به روز بالاتر میره چون خود ارزه یک رابطه مستقیم با تولید داره اما قیمت رابطه برعکس با تقاضا داره زمانی که تقاضا زیاد میشه قیمت هم بر زیاد میشن چرا تقاضا زیاد میشن از دیدگاه اقتصادی ارزه برش رسیدگی کردن نمیتونه یعنی در فصل سرد در خصوصا در زمستان ما تنها شهر کابل اگر مثال بتیم فرض بکنیم 6 میلیون نفوس تخمینی اگر بگویم در اینجا 6 میلیون نفوس اجوم میبرند در بازار سوخت مواد سوختی که اینجا از قبیل نفت و تیل و گاز و بوره اره و غیره این تمام مواد سوختی که ما براتون گفتم اینا در افغانستان پرکاربردترین پر استفاده ترین است در تمام جهان به در افغانستان که بله. استفاده میکنند به خاطر گرم نمودن منازل خود امی یگانه دلایل عمدش حجوم ام افراد اشخاص به طرف یک امتا و خدمات مشخص است در اینجا دلایل عمدی دیگه هم داره که باز ما بس روش درست واقعا شما نکته بسیار خوبی را روش اشاره داشتین در رابطه با اینکه واقعا وقتی که نیاز و خواسته یک جامعه زیادتر شده بره همه قدر قیمتی که ما مثلا برای یک مواد غذایی یک چیزی که واقعا مواد اولیه ما هست در زندگی میتونیم او را استفاده کنیم و همین سبب برای میشه که وقتی نیاز یک جامعه بالا میره در قسمت خریداری مثلا مواد سوختی را ما میتونیم مثال بزنیم وقتی که فصل زمستان شروع میشه ما میتونیم مثلا مواد سوختی بریم استفاده کنیم و خریداری داشته باشیم بله. و نظر به نیاز جامعه قیمت مواد سوختی هم بالا, بالا میره, میره. بله. حالا افزایش قیمت مواد سوختی به نظرت فکر نمیکنی که مشکلات دیگری هم به وجود بیاره در قبال از که مردم نمیتونن برای خریداری کنن یا نرخ بالا میره یا بعضی موارد دیگه که هست در این راستا بله اه، طبعا اه ده ده افغانستان یو کشور است ک فقیرترین کشور است ک مشکلات خپله داره مو بس نکوریم رې دیغه مسائل زمونه ک یو نظم او نظام درص اقتصادي در خصوصا در قسمت کنټرول قيام نباشه کیا سره داولت بس بدن رې زوبس میکنیم انې مشکلات بس زای خپله داره فقیر فقیرتر مېشه از بد بتر مېشه روز بروس ما مواجب او کسر بودیجه استیم با کسر بیلانس استیم یو کشور فقیر است پس بس به بسیار مشکل امیال خیلی از خانواده هایی هستند که تا فعلا ندانستن امو چیزایی که لازم است برای زمستان خریداری بکنن خیلی داری چرا دلایل عمده دیگه هم داره بالا رفتن نرخ دلار از زیاتر امیر مورد بحث قرار می گیرن که ما می از دیدگاه بانک مرکزی صحبت می چرا قیمت بالا میره مواد سوختی چرا بالا میره خب اگر اینجا زمستان است در دیگه کشور هم بستان هستن اونجا ما به شکل هجوم میبرن چرا اونجا بها بسیار اندک تفاوت میکنه به اینجا بسیار زیاد تفاوت میکنه به خاطر که سه وظیفه عمده که در افغانستان بانک یا بانک مرکزی یا مادر بانک ها داره یک وظیفهش که در رابطه با بس روی مو می کنیم کنترل نرخ اثار <applause> یا کنترل نرخ قیم به صورت دوامدار که متاسفانه به اثر مدیریت ضعیف نمیتونن اینا که درست کنترل بکنن امی که پول دلار به با بازار کمتر پمپ شد پس اینجا باعث یک عدم تعادل در بین میزان اثار خارجی نسبت به افغانی و افغانی نسبت به او ارزششان یک یک بینظمی به وجود میاد بالای چرخه اقتصادی افغانستان زیاد تاثیر گذار است تاثیر می میگن که بانک مرکزی باید دوسرات دلار را با چگونه کنترل کنه که وقتی دلی. این فصل زمستان وقتی نیاز مردم ای جامعه زیاد میشه به موادی که باید خریداری کنه اینو چگونه باید, باید کنترل وقتی ما میریم از یک جای چوب خریداری میکنیم یا مواد ما میخوایم گان دلار قیمت شده ما مجبور هستیم به همون قیمتی که پیسه دلار بالا رفته ما به همون قیمت بر شما به فروش برسانیم بله یکی از ضعف های بانک مرکزی همین هست که یک مدیریت واسه جامع و کامل نداره از های ماکسیمال و مینیمال مدیریتی درست استفاده کردن نمیتونن یا نمیکنن چی گپ پشت سانس ما روی زو نمیکنیم ما در کل متوجه باشین که تنها در فصل سرد ما نی در چهار فصل در, بله. در, در, تمام ایام سال کنترل کردن پول ارزش پول افغانی در برابر دلار خودش مشکل ساز است در همه عرصه به خصوص در و ایام اینا در کل نه تنها ما بانک مرکزی را مقصر نمیدانم مشکل در بعض جای دیگه هم هست قاچاق میشه دلار زیادتر مدیریت از اثر مدیریت ناسالم ما خدمات صحی خودش یک تاثیرات بسازای خود در قسمت ازی داره که مثلا خدمات صحی ما نداریم سالانه هزاران نفر میرن به خارج به خاطر تداویش دمرز باید اینا تبدیل بکنن پول خوده افغانی را به دلار دلار میکشن از زمانی که از دیدگاه اقتصادی دلار را فرار کرد نه تنها دلار هر اون چیزی که از دیدگاه اقتصادی کم شود تقاضا برش بیشتر میشه تقاضا که بیشتر شد قیمتش بالاتر میره ارزشش بالاتر میره در این که مشکلات خدا ایجاد میکنه قاچاق دلار است و دیگه کاهش کمک های خارجی است زمانی که بود ما نتونستیم بالای زیربناهای اقتصادی را سرمایه گذاری بکنیم متاسفانه و همچنان دیگه در رابطه با دلار است. در قسمت دلار با خصوص می بگوییم که مسائل امنیتی است مشکلات امنیتی است و همچنان کسر بیلانس تادیات است ما واردات زیاد داریم صادرات بسیار کم داریم <applause> زمانی که ما وارد میکنیم هر آن که از خارج وارد بکنیم ما مجبور مکلف هستیم به پول رایج کشور وارد بکنیم اینجاست که ما مجبور به تبدیل دلار میشیم و ارزش ازی بالاتر میشه بله خدا کنه که بانک مرکزی در این راستا بیا و همکاری بیشتر و خوبتر داشته باشه و بهتر نوسانات دلار را بتونن کنترل کنن تا که بخوز در فصل زمستان که واقعا نمی قیمت مواد سوختی بالا میره و این کسایی که در فصل تابستان حداقل میتونستن کار بر داشته باشن در فصل زمستان با آب و هوای سردی که دیده میشه با برف و بارانی که هر کسی که غریب بیچاره که یک کار غریبی پیش می برد نمیتونه, نمیتونه در این فصل بله داشته باشه و درآمد داشته باشه و همین سبب میشه که او نتونه حتی مواد سوختی خودشه در فصل زمستان مُحَیَّاب بسازه بر خودش و فامیلش. حالا آقای راوش چه فکر می‌کنین بهترین راه حل بر رفع این مشکل چی هست؟ مردم چقدر میتونن همکاری داشته باشن و مسئولین چقدر میتونن با مردم هماهنگی داشته باشه در این از نظر شرایط و سیستم اقتصادی افغانستان متاسفانه مسئولین کار کردن نمیتونن مستقیم به طور غیر مستقیم میتونن چرا همه ما داد فریاد میزنیم مسئولین مسئول اینا گوش دارن میفهمن اما بزرگترین جفا در حق اقتصادی سیستم اقتصادی افغانستان در سال 1365 صورت گرفت مهم. نظام اقتصادی افغانستان قبول کردن نظام اقتصادی بازار آزاد الان پسوند بازار آزاد از بین رفت آزادش آزاد نظام بازار آزاد یک شعار آمدهش است مگه فقیر فقیرتر می سازم پولدار پولدارتر در دا کشور امچو افغانستان که 90 را 95 درصد زیر خط فقر زندگی میکنه، قبول کردن این شکل یک نظام در نظام نظام اقتصادی یک کشور در کل یک خیانت ملی و بزرگ است بله. و در اینجا از نظر نظام اقتصادی بازار آزاد متاسفانه دولت هیچ حق نداره که در مسائل نرخ گذاشتن بازار مداخله بکنه و کنترل بکنه Mm -hmm. More. ای و حق داشتیم قبلا در ریاست در شارولی یک ریاست بود تحت نام نرخ گذاری تعیین نرخ قیم و کنترل نرخ قیم متاسفانه تا نظر به مصوبه نمبر 313365 بعد از او از بین رفت و شد چرا نظام اقتصاد بازار نظام بازار آزاد انتخاب شد دم. زنده سلامت باشین وقت خوش به سپاس از شما ایزانی که تا این لحظه با ما همراه بودین سری می‌ذاریم به سیده خبرها خبر ساعت 8 با هم می‌بینیم و بیننده ساعت 2 برنامه برنامه صبح زندگی همچنان باشید ما داشته های خوبی در ساعت دوم بر شما ایزان داریم برمیگردیم صبح زن همچنان بخیر باشه